حزب توده ها و چهره های آن در سخن شاعران بزرگ میهن، در لابلای شعرهای شاعران پر آوازه ایران که با یاد و نام چهره های انقلابی و مبارز توده ای سروده شده اند، ما تاریخ حزب توده ایران را نیز میخوانیم، یعنی سرگذشت تشکلی که از همپیمانی توده های زحمت و روشن فکران و مترقی و مردمی شکل گرفته است و در قالب واژگان و بیان برآمده از ژرفای عاطفه و حس همدلی و همداستانی شاعر با پرچمداران مبارزه زحمتکشان، هنر پیشرو ایران را رقم زدند. احمد شاملو، الف بامداد، شاعر احساسهای ناب بشری، در شعری یاد جان باختن دکتر تقی، انقلابی، دانشمند و الهام بخش حزب توده ایران را که توسط به قول او آدولف رضاخان به قدر رسید، با سخنانی ماندگار تصویر می کند. قصیده برای انسان ماه بهمن. تو نمیدانی غریب یک عظمت، وقتی که در شکنجه یک شکست نمی نالد چه کوهی است. تو نمیدانی نگاهی محکوم یک اطمینان، وقتی که در چشم حاکم یک هراس خیره می شود چه دریایی است. تو نمیدانی مردن، وقتی که انسان مرگ را شکست داده است چه زندگی است. تو نمیدانی زندگی چیست، فت چیست. تو نمیدانی ارانی کیست و نمیدانی هنگامی که گور او را از پوست خاک استخوان آجر انباشتی و لبانت به لبخند آرامش شکفت و گلویت به انفجار خنده ای برکید و هنگامی که پنداشتی گوشت زندگی او را از استخوان‌های پیکرش جدا کرده ای، چگونه او تبل سرخ زندگیش را به نوا در آورد، در نبض زیرا، در قلب آبادان و حماسه تو شعرش را آغاز کرد، با سه دهان، صد دهان، هزار دهان، با سیصد هزار دهان، با قافیه خون، با کلمه انسان، با کلمه انسان، کلمه حرکت، کلمه شتاب، با مارش فردا که راه می رود، می افتد، بر می خیزد، بر می خیزد، بر می خیزد، می افتد، بر می خیزد، بر می خیزد، و به سرعت انفجار خون در نبض گام بر می دارد و راه می رود بر تاریخ، بر چین، بر ایران و یونان، انسان انسان، انسان انسان، انسانها، و که می دود چون خون شتابان در رگ تاریخ، در رگ ویتنام، در رگ آبادان، انسان انسان، انسان انسان، انسانها، و به مانند سیلابه که از صد سرریز می کند در مصراع عظیم تاریخش از دیوار هزاران قافیه، قافیه دزدانه، قافیه در ظلمت، قافیه پنهانی، قافیه جنایت، قافیه زندان در برابر انسان و قافیه‌ای که گذاش آدولف رضاخان به دنبال هر مصرع که پایان گرفت به نون، قافیه لزج، قافیه خون، و سیلاب پرتبل از دیوار هزاران قافیه خونین گذشت. خون انسان، خون انسان، انسان خون انسان، و از هر انسان سیلابه ای از خون، و از هر قطره هر سیلابه هزار انسان، انسان بیمرگ، انسان ماه بهمن، انسان پولیتسر.
انسان ژاک دکور، انسان چین، انسان انسانیت، انسان هر قلب که در آن قلب هر خون که در آن خون هر قطره، انسان هر قطره که از آن قطره هر تپش که از آن تپش هر زندگی، یک انسانیت مطلق است. به شعر زندگی هر انسان که در قافیه سرخ یک خون بپذیرد پایان، مسیح چار میخ ابدیت یک تاریخ است. به انسانهایی که پا در زنجیر به آهنگ تبل خونشان میسرایند تاریخشان را، حواریون جهانگیر یک دینند. به استفراغ هر خون از دهان هر اعدام، رضای خودرویی را میخشکاند بر خی دروازه یک بهشت. و قطره قطره هر خون این انسانی که در برابر من ایستاده است، سیلی است که پلی را از پس شتابندگان تاریخ خراب میکند. و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه است که 3 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، که 300 هزار نفر از آن میگذرند رو به برج زمرد فردا. به معبر هر گلوله بر هر گوشت دهان سگیست که آج گرانبهای پادشاهی را در انوالیدی می جود. به لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه، رضاخان شرف یک پادشاه بی همه چیز است. به آن کس که برای یک لقمه در دهان و سنان در کف، و آن کس که برای یک خانه در شهر و 3 خانه در ده، با قبا و نان و خانه یک چنان کند که تو کردی رضا خان، نامش نیست انسان. نه، نامش انسان نیست، انسان نیست. من نمیدانم چیست به جز یک سلطان. اما بهار سرسبزی با خون ارانی و استخوان ننگی در دهان سگ انوالید، به شعر زندگی او با قافیه خونش، به زندگی شعر من با خون قافیهش.